در گذشت دلخراش 14 کارگر شرکت فولاد قدیر یزد به راستی اون روی سکه چپاول و قارتیه که شرکت‌های فولاد وابسته به رژیم از حقوق کارگر را انجام میدن. به گزارش خبرنگار سیمای آزادی از تهران، یکی از کارگران شرکت فولاد کاویان به نام سعید خانیپور بر اثر گاز گرفتگی در حوضچه پساب‌های صنعتی این شرکت دچار خفگی شد و جان باخت. خبرنگار سیمای آزادی اضافه کرد شرکت فولاد کاویان که مدیریت اون با فردی به نام سلیمی نمینه از 4 شرکت فولاد تشکیل شده و دولت احمدی نژاد اونو با قیمتی نازل به این فرد فروخته. عناصر مدیریت این شرکت که همشون از اعضای باندهای وابسته به احمدی نژاد هستن، تنها به فکر صرف هزینه کمتر و سود و چپاول بیشتر از حاصل دسترنج و زحمات کارگران محروم این شرکت هستن. در روند کار این شرکت حوضچه‌ای وجود داره که محل پاکسازی فاضلاب شرکته. این حوضچه روزانه باید توسط 3 کارگر پاکسازی بشه تا لجنهای حاصل از فعالیت تولید فولاد خارج بشن. اما تنها وسایل و تجهیزاتی که به این 3 کارگر اختصاص داده شده چکمه و دستکشه. محل کار اونها در عمق 8 متریه. در قسمتی از این گودال آب و لجنه، در بخش دیگه ای لجن به همراه روغن سوخته و گاز متان که از 1 لوله به این گودال وارد میشه. در چنین شرایطی اگه کارگری به دلیل سختی کار از انجام این کار خودداری کنه، بلا فاصله اخراج میشه. همیشه 1 وانت پر از نفرات بیکار دیگه آماده است که جایگزین اونها بشن. در اواسط آذر به دلیل ورود لجنها و روغن به همراه گاز متان، سعید خانیپور به دلیل گاز گرفتگی موقع فرار از داخل حوضچه بیهوش شد و به داخل حوضچه سقوط کرد و خفه شد. کارگر دیگه هم به حالت اغما رفت. به این ترتیب به دلیل نداشتن سازوکارهای ایمنی در محیط کار، قربانی چپاولگری های کارگزاران نظام ولایت فرد شد.